نشست علمی روزانه آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی روز پنجشنبه و جمعه 18 و 19 محرم سال 1446 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظما شیرازی با اشاره به فرمایش رسول خدا مبنی بر بکارگیری تمام تلاش و توان جهت محو و نابودی آثار گمراهی و کفر و تلاش برای سربلندی و علو مبانی دینی و هر آنچه موجب عظمت و گسترش آن شود فرمودند: توصیه من به همه محبان اهل بیت علیهم السلام این است که به مقداری که توان دارند، چه به صورت فردی و چه به صورت گروهی، در عمل به فرمایش رسول خدا همت بگمارند. معظم الله در رابطه با لزوم توجه به برپایی هرچه با شکوه تر زیارت اربعین فرمودند: یکی از مصادیق تحقق فرمایش رسول خدا تلاش برای گسترده تر شدن و فراگیر تر شدن زیارت اربعین است. لذا بر همگان لازم است که از تمام توان و قدرت خیش برای برگزاری هرچه با شکوه تر این شعیره حسینی استفاده نمایند. ایشان زیارت اربعین و برگزاری با شکوه آن را از جمله راه‌های مؤثر برای بی اثر نمودن تلاش‌های گمراه کنندگان و دستگاه‌های تبلیغاتی باطل شمرده و فرمودند: بایستی نسبت به هر اقدام لازم برای گسترده‌تر و فراگیرتر شدن زیارت اربعین و هر آنچه که مرتبط با این زیارت است، همت بیشتری صورت بگیرد. با هم فرمایشات آیت الله العظما شیرازی را ببینیم و بشنویم. یحقق حال زیاده علوان، یعنی زیاده زیاره الاربعینیه فی کل اطرافها و فی کل ما یرتبط بالزیاره الاربعینیه من کثرت الافراد من الکیفیات من حسن الى احسن من حسنى إلى حسنى أكثر ومن جميع الوجوه، تحقيقا لقول رسول الله صلى الله عليه وآله: فلا يزداد إلا علوا. سنة على سنة لازم من جميع الجهات، يعني يحقق الناس هذا العلو من جميع الجهات، كل بمقدار ما يشعر ويعرف ويقدر. وهذه وصيتي للجميع خصوصا الشباب.